بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة فاطمه سيده النساء العالمين من الاولين والاخرين صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دست پاگیرم ولكن دست و پا دارم هنوز هرچی هستم باز هم طبع گدا دارم هنوز سفرت را می تکانی روزی ما میرسد گرچه سیرم کرده ای میل غذا دارم هنوز لطف مادر بهترین تمثیل از لطف خداست لطف مادر بهترین تمثیل از لطف خداست تا به زیر چادرت هستم خدا دارم هنوز نان به نان تو خوردم که درستم کرده است در تنور خانهت دار و شفا دارم هنوز خانهت جارو کشی میخواست من جارو کشم خانعت جارو کشی میخواست من جارو کشم کار اگر اینجا کنم یعنی بها دارم هنوز گفتم در قبر بگذارند روی سینه ام در قبر بگذارند روی سینه دستمال گریه برداغ تو را دارم هنوز با همان یک دست من را یاد کن بین قنود با همان یک دست من را یاد کن بین قنود مستمندم بی کس هم عرض دعا دارم هنوز مستمندم بی کس هم عرض دعا دارم هنوز سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز امیدوارم در هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و صحتمند باشید خداوند را سپاس گذاریم که امشب باز هم توانستیم از طریق دریچه شبکه جهانی هادی تیوی برنامه به وقت بیداری از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه صلات و السلام در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم امیدوارم که بهترین اتفاقات در زندگی شما بیفته و از این ایام بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم و برای متوسل شدن به بانوی دو عالم حضرت زهرای مرزیه سلام الله علیها و طلب کمک کردن از بانوی دو عالم تسلیت ارز میکنم ایام ازاداری و سوگواری صدیقه طاهره زهرای شهیده را خدمت یگان منجی عالم امکان گل سرسود عالم خلقت حضرت مهدی معود عجل الله تعالی فرجه و شریف و کافه مسلمین عالم الخصوص خصوص حضور ارادتمندانه شما محبین زهرای مرزیه سلام الله علیها بینندگان برنامه به وقت بیداری از حضرت زهرا سلام الله علیها استدعا داریم که الله دست یکی که ما رو بگیرد و سعادت مندی دنیا و آخرت را نصیب همه ما ها بگردد انشاءالله که شفاعت این بانو نصیب یکایی که ما شما عزیزان بشود با احترام با افتخار با موضوع برنامه شرف تفسیر دعای کمیل در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد حاج آقای متحری هستیم جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله خوش آمدین به برنامه امشب ما علیکم و سلام و رحمت الله من علی سلام عدد دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستندرکاران شبکه خوب حادی تیوی و همچنین ایام اعضای زهرای مرزی و شهادت آن حضرت را محضر امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه ای مؤمنین و محترم تسلیت عرض میکنم از خداوند میخواهم به آبروی زهرای مرزی سلام الله علیها که حجت خداست حبیبه خداست پروردگار عالم لطفش را عنایاتش را توجهاتش را شامل حال همه ما همه مؤمنین بنماید ان الله در خدمت شما اللهم آمین سلامت باشین تشکر میکنم کنم شما جناب استاد بینندگان عزیز یادآور شوم که از اون اگر سوال شرعی و سوال اعتقادی دارن میتونن از طریق پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری شماره مثبت 964 778 255 چهل سیزده میتونن انشالله با ما به اشتراک بگذارن و کارشناسان ما انشالله در اسرع وقت جواب عزیزان رو خواهد داد. و همینطور بیننده عزیز ما که با شماره مثبت 93 هفتاد و چهار رقم آخرش هم هفتاد و شیش هفتاد هستن که از آمریکا تشکری کردن از برنامه های شبکه جهانی هادی تیوی ما هم سپاس گذاریم از بیننده عزیزمان که توجه دارن به برنامه های ما و امیدوارم که انشالله برنامه ها مفید بوده باشه و از آن نهایت استفاده کرده باشه جناب استاد زمین خوش آمدگویی مجدد خدمت حضرت عالی میریم سراغ ادامه مباحثی که قبلا هم مطرح شد تی قسمت از برنامه شهر و تفسیر دعای کمیل میرسیم به فرازی که مولای متقیان علی علیه السلام میفرماید وجعل لسانی به ذکر که لهجن و قلبی به حب که متیما و من علی به حسن و جناب استاد خواهش مشمایی است که مختصر توضیحات رو درباره این فرازها لطف کنید تا ای که ما ادامه بحث رو در خدمت شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. داریم الحمد لله عنایت پروردگار عالم و توجهات خاص امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به پایان دعای کمیل نزدیک میشیم و فرازهای از دعای مبارک کمیل را خدمت بینندگان محترم میخوانیم حضرت در این فراز که میخواهم بخوانم خدمت مؤمنین حضرت میفرماید که پروردگار را وجعل لسان به ذکر کل حجا خدای زبانت زبانم را با ذکر خودت گویا گردان که ما راجع به ذکر پروردگار عالم توضیحات تقریبا مفصله در طول برنامه در جلسات مختلف ارائه شده بعد می و قلبی به حبک که متیما و قلب مرا با محبت خودت بیتاب خودت گردان شیدا و واله خودت گردان و قلبی به حبک متیما و من علی به حسن اجابتک خدایا بر من مننت بگذار منت بگذار و دعایم را به خوبی اجابت کن ببینید حضرت می فرمان منت بگذار بر من یعنی از باب لطف و تفضل یعنی بازم حضرت اینجا در واقع همون طوری که در فرازهای قبل و جلسات قبل خدمت بینندگان محترم عرض کردیم حضرت م... نمیفرماید که یا به تعبیر دیگر از سخنان حضرت اتقا و اعتماد فقط به اعمال خودش فهمیده نمی شود بلکه حضرت تمرکزش دقتش خواستش اینه که خدای تو با من با فضلت معامله کن من اتقای به اعمال خودم ندارم اینجا میفرماید و من علیه به حسن اجابت خدای بر من منت بگذار منت جای معنا داره که انسان مستحق چیزی نباشه یک کسی منت بگذاره بر انسان از فضل و جود و کرمش بر انسان استفاده کنه و نعمت رو به انسان عنایت کنه حضرت میفرماید که و من علی به حسن اجابتک خدای منت بگذار بر من دعاهایم رو اجابت کن من عرض کردم خدمت بینندگان محترم در جلسات قبل که اینها در واقع یاد یا رویش یاد دادنی خدمت شما از کنم و یاد گرفتن دعا از امیر المؤمنین حضرت به ما دعا یاد میده و به ما میگه یاد بگیرید اینطوری دعا کنید به تعبیر دیگر رویش تعلیم دادن دعا و تعلم دعا از امیر المؤمنین صلوات الله علیه حضرت میفرماید این گونه دعا کنید علي بحسن و من علیه به اجابتک و عقل نعثرتی خدایا لغزش هایم را لغزش هایم را ببخش اقاله در رابطه با معاملات این استفاده میشه کسی که معامله کنه بالاخره اون جنسی که میده میخواه پولش رو بگیره اگر طرف پشیمان شد در این معامله این معامله رو وقتی پس میکنه فسخ میکنه از طرف کسی که مثلا چی میگه از طرف کسی که پشیمان نشده طرف مقابلش پشیمان شده این اگر پشیمانی او رو قبول کرد میشه اقاله طرف پایبنده به معامله خودش مم. پایبنده طرف مقابلش پشیمان شده اگه پشیمانی او را قبول کنه همین قبول کردن او میگه اقاله اینجا حضرت میفرماید و اقل نعفرته خدای در اثر لغزش ها حالا شد مرتکب بعضی از عقاب ها و ها و مشاکل شده باشم از طرف شما خدایا مرا اقاله کن عفرته. و عفرته. و خطا هایم ببخش و اقل نعصرته و غفر زلته خطاهایم ببخش بعد حضرت میفرماید فانك قضيت على عبادك بعبادتك خدای تو حکم کردی تو فرمان دادی به خودت قضيت على عبادك بعبادتك بندگان تو دستور دادی من عبادت کن لذا در آیات قرآن وجود وجود داره که الله يا فعبد الله يا بل. وعبدني وامرتهم بدعائك فتو مؤمنين را عباد عبادت را بندگانت را امر کرده که تو رو بخواند تو رو دعا کنند از آیات متعدد قرآن و در روایت هم داریم که خداوند کریم از ما میخواهد که او رو دعا کنیم یعنی او را بخوانیم خواهش های ما را از او چی طلب کنیم ادعون استجب لکم اذا سألک عباد عن فا این قریب اجیب و يا یا مثلا در آیه است ولی الله الاسماء الحسن فدعوه بها برای خداوند اسماء حسنا است خدا رو با اینها بخوانید و امرتهم به دعائک و ضمنت لهم الاجابه تنها دعا نیست حضرت امیر در این فراز میفرماید خدایا تو خودت ما را دعوت به دعا کردی و امر به دعا کردی و تضمین نمودی که من اجابت میکنم ادعونی استجب لکم یا واذا اذا سألک عبادی عنی فا این قریب اجیب دعوتت دعای من اجابت میکنم دعوت شما و در آیه از قرآن داریم خداوند کریم میفرماید این الله لا یخلف المیعاد خدا وقتی شیز را وعده بده خلف وعده نمی کنم. بعد حضرت میفرماید فالیک یا رب نسبت وجهی خدایا من صورتم را به سوی تو کردم یعنی آمدم بدر خانه تو فالیک یارب رب نسبت وجهی و الیک یا رب مدد تو یدی خدای دستهایم را به سوی تو بلند کردم به سوی تو دراز کردم بعد قسم میده خدا را فبعزتك استجب لدعائي خدای بعزت خودت دعایم را مستجاب کن این فرازها توضیحات مفصلی داره سلام. که حضرت امیر صلوات الله علیه با چه حالی با چه شوری با چه عشقی با چه لحنی پروردگار عالم را با این کلمات میخواند و ما باید خدا را شکر کنیم و سپاسگزار باشیم و همیشه سر به سجده شکر بگذاریم که اولا خدا ما رو در نسل شیعیان امیر قرار داده و ثانیا خدا ما رو با این معارف بلند به میزان و توانایی به میزان توانایی که خود ما داریم ما رو آشنا کرده به ما یاد داده توسط بندگان خوبش که با اون معنوس بشیم با دعا کردن ارتباطی با او داشته باشیم باره. در خدمت شما سلامت باشین تشکر بکنم شما جناب و صد بدون شک نست از خداوند خواهن این محبت پروردگار بشیم خداوند همیشه حواسش به تمامی بندگانش هست من جمله ای رو در فضای مجازی خواندم گفت که شما یک لحظه تحمل و فکر بکن خداوند با تمام عظمت شوای شما بنده رو داره بنابراین تلاش بکنیم که از موقعیتی که داریم به این معنا که این همه ای که خداوند لطف کرده و همین نشاندهنده خود محبت خداوند هست که به ما شیعان داده و علال خصوص در این ایام وسیله بزرگ مثل حضرت زهرای مرزیه رو واسطه قرار بدیم برای اینی که بتونیم محبت خداوند و نسبت به من داشته باشیم تشکر میکنم شما جناب استاد جناب استاد بحث ذکر و محبت مطرح شد در اینجا که میشه گفت در این خواسته امیر مؤمنان علی علیه السلام از خداوند هست و بدون شک امام معصوم چیز را بدون دلیل و یا چیزی کمی نمیخواد از خود در مورد ذکر و محبت توضیحات رو لطف کنید ببینید در اینجا امیر مؤمنان صلوات الله علیه این دقت کنیم حضرت میفرماید که وجعل لسان به ذکر که جا که ما مفصل توضیح دادیم جایگاه ذکر را نقش ذکر را تأکید ذکر و اهمیت ذکر در آیات و روایات و چه پیامدها و آثاری داره کوتاهش همین یک جمله که حضرت امین سلام الله علیه میفرماید که اللهم انی اتقرب الیک بذکرک خدا ما فقط با ذکر تو به تو نزدیک میشم راه تقرب به خدا یاد خداست ذکر خداست اینا حالا تکرار نمی بیشتر فقط اینو بگیم ذکر اینه که انسان هم زبانش به ذکر خدا گویا باشه و هم این که اعمالی که انجام میده همیشه با یاد پروردگار عالم باشه هر کاری که انجام میده از یکی از بزرگان میگفت من حتی اگر خارج خیاطی بدم اگر سوزنی رو بدون توجه به یاد خدا بزنم گاهی به دستم فرو میره یعنی همین که از خدا غافل بشم به دستم فرو میره حالا معنا این کلمه چیه بالاخره چطور به هر حال مراد اینه که انسان در هر عملی که قرار داره خیاط نجارا نانوای خانه کاری خانه میکنه تدریس میکنه معامله و مغازه داره بعد کارش با یاد خدا و با ذکر خدا ادامه هر ع... کاری انجام بدیم بسم الله بگیم اینا کم کم به ما یاد میده که زبان ما با ذکر خدا گویا شود هر چی رو برمی داریم بسم الله بگیم برق روشن میکنیم مثلا بسم الله بگیم آب میخوایم بگیریم بسم الله بگیم اینا اثرات بسیار بالایی دارن و همچنین که از خدا بخوایم که خدا رو ذکر قلبی را به ما عنایت کند که قلب ما دائم و ذکر باشه که حتی در حالت خوابم که خوابیده این بیاد پروردگار عالم باشیم که اینا ما حقیقت اینها رو نمیدانیم چیه واقعا خیلی چیزها گفتنی و شنیدنی و خواندنی نیست درک کردنی تا انسان به اون مرحله واقعی نرسه نمیتونه که بفهمه حقیقتشو نمیتونه بفهمه مثل که واقعا ببینیم یک کسی میسوزد ما میبینیم ولی او سوختن کسی که میسوزد درک میکنه که چه زجری میکشه ما که میبینیم او زجر رو نمیکشیم لذاست از خدا ما بخوایم که ما رو به اون مرحله حق و یقین درباره ذکر خودش و محبت خودش برسانه اما راجع به محبت امشب چون راجع به ذکر توضیح مفصل داده من بیشتر وارد نمیشم حضرت میفرماید و قلب به حب که متیمه. این خواسته ای امیر المؤمنینه. اون آقایی که خودش زوب در پروردگار عالم محو در خداست هیچ عملش اصلا خب حجت خداست یک کلمه نمیداریم که امیر که محبت چیه که حضرت دعا میکنه محبت خدا ما نباید سریع رد بشیم از بعضی کلمات از بعضی جمله ها اصلا محبت یعنی چی؟ محبت همون میل شدید باطنی به یک چیز را یا به یک شخص را میگوید که این میل گاهی مثلا با هوای نفس انسان مناسبت داره مثل یک نفر عاشق یک آدم فاسق و فاجره عاشق یک آوازخانی مثلا گاهی با عقل انسان و گاهی هم با روح انسان مناسبت داره که این دوتاش مربوط به بعد معنی و امور مثبت زندگی انسان ها میشه اگر با هوای نفس بود محبت انسان نسبت به یک شیء بود که راهش سنخیت و مناسبت با هوای نفسه که اون همون زلالت و گمراهیه بعضی ها عاشق ریاست عاشق سیاست عاشق مال که از این راه ها شما دیدین دیگه که میلیون ها انسان و صدها هزار انسان را به فقر و فلاکت و کشتار و نقص و مبتلا کرده. نمون آیش ما داریم حمله ها و جنگ هایی که صورت این اینا محبته ولی این محبت میل شدیدی به یک چیزی یا یک شخصی که با هوای نفس مناسبت داره گاهی محبت انسان به یک شخص یا چیزی محبت داره که محبت سنخیت و مناسبتش با روح انسان در مرتبطه در ارتباط یا مرتبط هست یا مثلا با عقل انسان که این غیر از نفس اماره ها. چون عقل چیزیست در, در اصول کافی بحث مفصلی در رابطه با عقل که آیمان صادق سلام الله علیه تعریف میکنه عقل عقل چیزیست که خدا با او عبادت میشه بهش با او کسب میشه مم. یا در قرآن هم بالاخره عقل رو تعریف کردن اولو کسانی که ذکر خدا میگه الذین از کرون الله قیامه با قعودا خب و این محبتی به خدا یا محبت به اشخاص باعث میشه که انسان اوامر و نواهی او را چی؟ پیروی کنه اگه یک کسی نسبت به او خیلی ارادت داشته باشه سعی میکنه که دستوراتش را اجرا کنه کار را انجام بده که حتی در موارد در هوای نفس مثلا یک نفر مثلا بگیم عاشق یک دختر و ازش هر چیز میخواد انجام بده ولی این کار کار منکر یا کار باطل کار خوبی نیست چون در محبت او با که با اینکه مثلا بیشترش مرتبط به هوای نفسه غرق شده ذوب شده توجه داریم. باعث میشه که انسان از, از اوامر و نواهی او پیروی کنه و در رابطه با محبت خدا که امیر مؤمنان امینان صلوات الله علیه میفرماید و قلبی به حبی که متیما هم همینه کسی خدا رو دوست دارد که از اوامر و نواهی خدا پیروی کنه در قرآن کریم آیه داریم یکی از کفار منافقی میامد یا رسول الله ما خدا رو قبول داریم ولی شما رو قبول نداریم ما خدا رو دوست داریم ما خدا رو دوست داریم ولی شما را قبول نمی آیه نازل میشه خداوند کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله به اینهایی که ادعا داره که ما خدا را دوست داریم بگین که اگر شما واقعا خدا را دوست دارید از من پیغمبر پیروی کنید بعد نتیجه چی میشه یحببکم الله خدا شما را دوست داره ادامه آیه میفرماید که و یغفر لکم ظنوبکم الله غفور رحیم شما اگر واقعا خدا را دوست دارید از اوامر خدا از نواهی خدا پیروی کنید خداوند کریم میفرماید ما این پیغمبر را برای شما فرستادیم از من پیغمبر پیروی کنید فتبعونی آن وقت خدا هم شما را دوست دارد چون اطاعت از پیغمبر یعنی همان اطاعت خدا نهی از در واقع منزجر شدن از نهی پیغمبر یا ترک کردن اموری که پیغمبر نهی کرده همان ترک کردنی اموری است که خدا نهی کرده چی میشه که خدا هم شما را دوست داره و گناهان شما بخشیده میشه این هم آثار و علامات خاص خودش را داره یا از ویژگی دیگرش مثلا خلوت با خود که باید در قلب انسان رسوخ بکنه امام سجاد علیه السلام در یک روایت میفرماید و عزت که قسم به عزت خودت به خدا میفرماید در دلوق لقد احببتو که محبتا استقرت فی قلب حلاوتو نشانه ای محبت خدا حضرت میفرماید به عزت خودت سوگن که چنان تو را دوست دارم لقد احببت که محبتا چنان تو را دوست دارم چنان نسبت به تو محبت دارم خدایا که حلاوتش در قلبم نشسته استقرت فی قلب حلاوتها که شیرینی این محبت تو را بر قلب خودم حس میکنم اینجا به یاد روایت از افتادیم که ابازر میای محضر امیر مؤمنان صلوات الله علیه راجع به ولایت حضرت از نبی مکرم اسلام میشنم حضرت چه عبازر میفرماید که من محبت و ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه را مثل آب خنک و گوارا بر جگر سوخته و گداخته و تشنه حس میکنم <applause> که چی انسان اگر تشنه شد شدید حالا نمیدانم که چقدر قدر بینندگان محترم تشنگی رو در چه حد چشیده و تحمل کرده اگر انسان خیلی تشنه شد و آب گوارای بسیار شیرینی به او برسه چقدر لذت داره ابازر میگه من محبت و ولایت امیر المؤمنین رو اینطوری حس میکنم با جان و گشت و پست و خونم آمیخته شده اینو ما تمام بکنیم چون باید بدانیم بعد رو. خیلی عجبه که تنها به از محبت به اسمش نباید اکتفا کرد یا با کلمه محبت امام سجاد میفرماید که به عزت خودت سوگن خدای چنان تو را دوست دارم که آثارش بر قلبم نشسته و ظاهر شده و آنست نفسی به بشارت ها و نفسم معنوس شده با بشارت این محبت یعنی که محبت با خدا چه آثاری داره چه برکاتی داره نفسم با این معنوسه و از نشانه دیگری این محبت خلوت با خداست در آیت قرآن هم داریم در سوره مبارکه بقره است خداوند کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب کحب الله یک عده غیر خدا رو به عنوان دوست انتخاب کرده و آنها شدیدم دوست داره مثل حب خدا بعد میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله اما نه اینها ادعاش اینه که همون طور که شما خدایتون دوست دارید ما هم کسی که انتخاب کردن حالا بوتیه کسیه بالاخره کسی رو به غیر حق دوست داریم که داشتن و دارن ما خیلی دوست داریم اینها را خداوند میفرماید اونهایی که ایمان آوردن ولذین آمنو اشد حبا لله اینها خیلی فرق میکنن محبت اینها و چه اثراتی دارن یعنی به تعبیر دیگر محبت اینها قابل تصور و درک برای دیگران نیست خود اینها میدانند که به چه نعمتی دست پیدا کردن شیرینی رو چشید تا درک و یک زنگ خطری اینجا هست چینه دقت کنیم از خدا بخواهیم که ما راستگو باشیم در محبت ما اون این که در حدیث قدسیس خداوند کریم میفرماید کذبه من زعم انهو یحبنی دروغ میگه کسی که بله. گمان کرده که ما دوست داره فما فما دا جنه اللی، فما جنه اللیلو نام عنی اما وقت که شب میشه دیگه غافل تا صوبه میخوابه علیسه کل محبین یحب خلوت حبیبه آیا اینطوری نیست که هر محبی دوست دارد با حبیبش خلوت کنه با محبوبش خلوت کنه ببینید محبت خدا نشانه داره یک از نشانه هاش اینه که خلوت با خدا اونم در دل شب خداوند کریم میفرماید دروغ میگه کسی که ادعا داره منو دوست داره با من خدا اون محبت داره اما در حالی که وقت شب میشه در بستر غفلت میفته تا صبح تا صبح اینطوری نیست که میگه محب و محبوب با هم خلوت میکنه حبیب محبوب خلوت میکنه لذا از خدا بخواهیم به آبروی امیر المؤمنین صلوات الله علیه که حضرت حضرت حق تعالی به ما توفیق بده که ما صادقانه او را دوست داشته باشیم و خودمان رو ملتزم به این محبت بکنیم بعد در ادامه نکاتی هست که باز ان شاء الله خدمت بینندگان هستم از خداوند بخواهیم در این ایام که به ما و شما به برکت این ایام و به بزرگی خودش به ما توفیق بده تا بتونیم اونطوری طوری که باید محب پروردگار باشیم و در نیمه های شب دور از هیاهو و گرفتاری های اجتماعی و شرایط حاکم بر تمامی مردم مسلمان بتونیم که دقایق رو با پروردگار من صحبت بکنیم و در دلی داشته باشیم بینندگان عزیز یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم بعد از میان برنامه انشالله ده خدمت شما خوبان الله اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدي كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب لا. اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطأتها تشغد بشوارب اللهم اغفر أتقرب إليك بذكره، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك. وأن تلهمني ذكرا بمين ببين سجل يوم خدا اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ام تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا اللهم فأسألك السؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا يجد لذنوبي غفرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك بلن بقول لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ظلمت الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان عرض سلام مجدد داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز امیدوارم که در هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و صحتمند باشید و از بارگاه رب العزه خواهان هستیم که بهترین اتفاقات در زندگی شما از زن. بیفته انشالله قبل از اینه که ما بریم سراغ ادامه بحث امشب ما بریم سراغ هموطنان عزیز ما هموطن عزیز ما از افغانستان عزیز با شماره مثبت 93 79 آخر شماره هم 24 71 سوالی داشتن که در خصوص این سوال همکاران ما بهشان پاسخ ارائه فرمودن و همینطور هموطنی عزیزی ما با شماره مثبت 93 79 و چهار رقم آخرش هم دو سفر پنجا و هم سوال فقهی داشتن که این بیننده عزیز ما در برنامه به وقت بیداری که مخصوص احکام هست انشالله در اونجا بیننده باشن و کارشناسان محترم برنامه انشالله پاسخگو خواهد بود جناب استاد ضمن سلام مجدد خدمت حضرت عالی ادامه ذکر محبت یک مقدار بحثش ماند اگر ممکنه اون رو مطرح بفرمایید که بریم سراغ برنامه بعدی بسم الله الرحمن الرحیم هر شد که یعنی که حضرت همیه صلوات الله علیه از خدا میخواهد خدای قلبم را مالا مال از محبت خودت کن و مرا در واقع بیتاب محبت خودت گردان بله. این یک کلمه که ما میخوانیم و میشنویم نیست محبت درونش بسیاری از اصول اعتقادی و ارزش های دینی خوابیده اونطور که در از آیاتی از قرآن و حدث قدسی خواندیم خدمت شما که یکی از اولین اثرش این بود که انسان محب از محبوبش پیروی میکنه در اوامر و نواهی و یکی دیگر از اثرات محبت خدا اینه راجع به محبت خدا در آیات قرآن و در سوره مبارکه بقره داریم یکی یعنی اینه که الذین یذکرون الله قیاما و قعود و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض از نشانه های محبت پروردگار عالم که همیشه او را ذکر میکنه همونطوری که یک انسانی که شخص دیگر رو خیلی دوست داشته باشه محبت داشته باشه شب و روز به اوست مثلا مادری حالا جوانی خوبی داره فرزند خوبی داره شب و روز به یاری اویه بله. و همیشه هم دوست داره با او حرف بزنه دوست با او صحبت کنه هر اصلی که تلفون شاید دوست داشته با ساعتها با او حرف بزنه هر روز احوالش رو بگیره لحظه شاید یاد این جوان از ذهن او در واقع دور نباشه رضا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که خدای محبتت را نصیب من کن که یکی از آثار محبتی اگر انسان محبت خدا به معنای واقعی و حقیقی در دلش نشست اینه که یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم چه استاده باشه چه نشسته چه حتی خوابیده باشد دراز کشیده باشم به یاد پروردگار عالم چه هست از ویژگی دیگر محبت پروردگار عالم اینه که اگر کسی خدا را واقعا دوست داشته باشه اینه که امورات دنیوی و خدمت شما عرض کنم که کار و بار و بازار و دنیا و پول و اقتصاد مانع او نمیشه بله. یعنی او را از یاد خدا غافل نمی کنه او, او را از نماز اولی وقت باز نمی داره اونو واداری به گرانفروشی و غصب و احتکار و امثال اینها نمی کنه خصوصا در شرایط امروزی که واقعا کشور ما وضعیت بحرانی داره مردم ما نظر اقتصادی اما دیده میشه مع اصف بسیار از کسانی که ادعای بندگی داره بالاتر ادعای شیع بودن داره نلی. اموال رو احتکار میکنه با کمال اموال رو ذخیره میکنه تا به دسترس مردم قرار نگیره لذا آیه در قرآن کریم خداوند کریم میفرماید یکی از ویژگی های محبین خدا اینه نه. رجال لا تلهيهم تجارتون ولا بيع عن ذکر الله که مردانی هستند مردانی که تجارت و پول و سوداگری اونها اونها از یاد خدا ابد غافل نمی کنن. باعث نمیشه که اونها پول و سرمایه و تجارت و داد و ستد و اینها اونها از یاد خدا غافل کنن رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و همچنین و اقام الصلاه و ایتاء الزکات بله. محبین خدا اونهایی که هم در بازار کار میکنن هم نمازش را میخوانند بله. هم داد و ستد سالم میکنن. همینکه که آداب معامله رو درست یاد میگیره گران فروشی و کمفروشی و در وزن امثال اینها این کارا رو و همین که زکات اموالش رو میده زکات اموالش رو پرداخت میکنند اونها کیا هستن یخافون یوم تتقلب و فهل قلوب القلوب والابصار اینهایی که ذکر خدا میکند نماز میخواند زکات میدهد یکی از ویژگی هاش اینه که از خصوصیات اینها اینه که به فکر روز قیامت یا خافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار در اون روزی که قلب ها و چشم ها همه در واقع از این و استرس مسترب چشم ها اشکریزان قلب ها نگران برای اون روز اینها چاره سازی میکنند کار سازی میکنند برای خودشان یا خافون یوما از اون روز میترسد همونطوری که ما ببینید بازم خدا به ما الگو داده در سوره مبارکه دهر اون قصه معروفیه که زهرای مرده سلام الله علیه امیر مؤمنان حسنین سلوات الله علیه مجمعین که اینها با پیغمبر اکرم هم بوده چند مدتی روزه داشته حالا بله که فیزه هم بوده روزه داشته که ما این قصه معروفه که یک شب فقیر میاد یک شب یتیم میاد یک شب اسیر میاد در خانه اینها اینا غذایشون میدن و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا بعد این جملهش مهمه این ما نطعمکم لوجه الله ما فقط برای خدا شما رو اطعام میکنیم لا نورید منکم جزاء اولا شکر نه از شما پول بالاخره باهاش رو میخوایم نه تشکر اننا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمتری را و ما این کارا رو که میکنیم ما از روز جزا میترسیم از روز قیامت میترسیم محبین خدا این گونه است لذا سرآمد محبین خدا و دوستان خدا پیغمبر اکرم و اهل بیت مطهر و انبیاء الهی که وقتی در زندگی آنها دقت کنیم واضح و آشکار این آیات رو در حق آنها میبینیم مم. که خداوند کریم میفرماید رجال لا تلهیهم ولا تجارت ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه و اعطاء الزکات یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار و آثار و محبت پروردگار عالم آثاری دارند و ویژگی برای محبین بیان شده که شاید بیش از این مجال برای توضیح بیشتری نباشه سلامت باشیم متاسفانه یکم وقتی برنامه محدود شده جناب استاد در بیانات حضرت عالی اشاره شد به بحث دعا کردن و استجابت دعا فرمودین که پروردگار عالم میگود اونی استجب لکم مرا بخوانید و من هم اجابت خواهم کرد با این که خداوند خودش وعده ای اجابت رو داده خود خداوند گفته شما دعا بکنید و مرا بخوانید من خودم اجابت میکنم اما باز هم بعضی از دعاها هستن که اجابت نمیشود در مورد این مسئله توضیحاتی بدید این که پروردگار عالم هم وعده داده و هم در آیه بعدی یک آیه دیگر تأکید میکنه که این الله لا یخلف المیعاد خدا وعده خلافی نمیکنه وعده خلافی و یکی از علائم منافقت در بین انسان وعده خلافیه و ما در خصوصیت و ویژگی منافقین این را داریم و از ویژگی مؤمنین چیه؟ وفای به وعده در آیات متعدد قرآن تأکید شده و از ویژگی متدینین متقینه این که خدا به ما وعده داده ما اجابت دعای شما رو اجابت میکنیم شما دعا بکنید خب چرا دعای ما گاهی اجابت نمیشه مستجاب نمیشه این که خدا دعا رو اجابت میکنه باید اون دعا کامل باشد اون دعا واجد و شرایط باشه که اگر شرایط استجابت رو نداشت نمیشه چطور مثلا یک کسی مثلا فرض کن بگیم یک کار فرمایی میگفت آقا این کارو بکنید من برای شما چی؟ خدمت شما عرض کنم که اینقدر پاداش میدم این کار میگه کار خراب کرده بله کار خراب کرده اصلا کار درست انجام نداده هنوز هزینه روی دست روی دستی مثلا طرف گذاشته او پاداش نداره بدون شکن. لذا عین این چیز در رابطه با پروردگار عالم خدا که از ما خواسته دعا کنید اجابت میکنم در صورتی که ما آداب و شرایط دعا رو مراعات کنیم نه. که اگر آداب و شرایط دعا مراعات نشود دعا مستجاب نمیشه لذا است که در اخیر این دعا راجع به آداب ظاهری دعا حضرت نکاتی رو بیان میکنه و یک سری شرایط دیگه ای که یا شرایط معنوی هم دعا داره که باید در واقع اونا باید مراعات شد یکی از عواملی که دعا مستجاب نمیشه لقمه حرام لقمه حرام بب. کسی که لقمه حرام بخوره خمس و زکاتش نده گران فروشی کنه رشوت بخوره به هر حال لقمه حرام باشه لقمه حرام باعث میشه دعا بالا نره دعا حبس از روایت میگه یک کس که یک لقمه حرام بخوره چهل روز اعمالش بالا نمیره خب با دعا کنه بگه ما دعا دعای ما مستجاب نشد خدا وعده اجابت داده ما اصلا شرایط دعا کردن را نداشتیم باید دعا از اون بدنی که انرژیش از چی باشد قدرت و قوتش از مال حلال باشه پس یکی از موانع, موانع استجابت دعا لخمه, لخمه حرام. حرام مانع بعدی که یکی از موانع استجابت دعاست گناه و معصیته حالا گناه و معصیت به طور مطلق که اینها چون گناه دور کننده انسان از رحمت خداست لذا می فرماد که در روایات داریم راجع به دعا اول استغفار کنید استغفار کنید سلوات بفرستید بعد دعا کنید حاجتان از خدا بخواید تا خدا بده و در بین گناهان بعض از گناهان صریحا باعث میشه دعای انسان مستجاب نشه یک و اون آزردن پدر و مادر بیندگان محترم توجه داشته باشیم گاهی دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه باید دقت کنیم که پدر مادر نباید از انسان ناراض باشه چون اوامر پدر مادر مطاع یعنی واجب اطاعت شوه مگر فقط در جایی که چه معصیت خدا باشه که اینجا نباید از پدر مادر اطاعت شود دیگه هر چه پدر مادر بیه خواست پدر مادر بر همه خواست های ما باید مقدم باشه لذاست که اگر پدر مادر خدای نکرده از دست انسان ناراز باشه اون نارضایتی قلبی آنها باعث میشه دعای انسان بالا نرود بله بعد امورات دیگری هم برای عدم استجابت دعا وجود داره از جمله نستجر رو به به خمره بله. کسی که شراب بخوره دعایش مستجاب نمیشه به هر حال هر چیزی که به گناه بلید. و معصیت الهی حساب شود هر میشه به درجه خودش مانع اجابت دعاست از نظر کمیت و کیفیت پس اینکه خدا به ما وعده داده خدا اجابت میکنه به شرطی که ما آداب دعا رو مراعات کنیم حالا سوال ما آداب دعا رو مراعات کردیم خب چرا دعای ما مستجاب نمیشه گاهی چون خدا بنده اش را دوست داره این رو به صلاح بنده نمیبینه مثلا در رابطه با ثعلبه سع... سعلبه ای کسی باید پوش سر پیغمبر اکرم میشه نماز میخواند. ای یا رسول الله دعا کن خدا من پول بده اموال بده پیغمبر چند بار ظاهرا فرمود که به تو نیست اصرار میکنه خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا میکنه خدا به این پول میده گاو و گو گوسفند مال کم کم نماز جماعتش به تاخیر میفته و ستای نماز میاد تا اینکه که ترک میشه هفته یک بار مسجد نماز جمعه میامد تا اینکه که خب گم میشه اصلا دیگه نمیاد. سوال میخوی کجا شد یا رسول الله گیر با قاومال و گزفند دست نرمی هیچ فرصت نداری گرفتاره ها پیش آمده نمیشه تا اینکه که آیه زکات نازل میشه خداوند کریم وقتی آیه زکات نازل میشه نازل میکنه نبی مکرم اسلام دستور میده به اطرافیانش برین زکات جمع کنید و از چی؟ زکات میره میگه خب برین از دیگه را جمع کنید باز من به شما میدم آخر سر باید آخر میدم بعض جا این خب میره این چند نفر میرن مأموران پیغمبر اکرم زکات جمع میکنه بعد میایه خب سال با زکات بیدی بیده, بیده. خب اموال زیادی هم داشته باید. باید خب این دیگه چیه همه کار را انجام دادیم مال یک زکات هم که زکاتم باید بدیم دیگه به هر حال به تعبیر هی نخ میزنه بله خب زکات نمیدین دست خالی برمیگرده حالا میگه چند روز بعدی سعده بهش چند تا فندر را ظاهرا میاره یا رسول الله زکات را حضرت میفرماید من مأمور دیگه از شما زکات نگیرم الله. ببین این بدترین عذابه الله اکبر این اگر انسان بدن وای به حال اون انسانه که خمس و زکاتش را نده و خداوند دست رد بسینش بزن بس چون قول پیغمبر قول خدا حضرت میفرماید من مأمورم خب کی مأمور کرده پیغمبر را خدا مأمور کرده دیگه از این زکات نگیر لذا اون آیه قرآنی که در سوره مبارکه توبه هست خداوند کریم میفرماید یا رسول الله فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم اینا اموال و اولاد شما رو متعجب نکنن ما میخوایم در دنیا و آخرت اینا با عذاب کنیم لذا است که گاهی به مصلحت ما نیست از خدا میخوایم چیزهایی را خوش بعدنا سبب چی شون فساد ما شا. لذا خدا چون بندگانش را دوست داره اجازه نمیده گاهی دعا کنیم بازم آداب دعا از نظرش مراعات شد بله. یک بلای قرار بر ما نازل بشه خدا این دعای ما رو مستجاب نمیکنه ولی اون بلا رفع میشه بله. بازم در, در واقع اجابت شده یعنی بله. گاهی نه گناه کردیم خداوند حاجت ما رو نمیده اون گناه رو میبخشه بازم اجابت اینا روایت سریح داریم بله. روایت دیگه داریم گاهی همه آداب رو مراعات کردیم در اینجا آداب دعا مراعات شد خدا به ما نداد چرا؟ خداوند ذخیره میکنه برای روز قیامت میگه روز قیامت پرونده مؤمن را میاره میبینه پر از حسنات صاحب حج کربلای اطعام چی آخر سوال میکنه خدا اینا که من انجام نداده بودم خطاب میرسد تو خواسته در دنیا من به تو ندادم این را برای امروز از ذخیره کرد و اون روز خیلی مهم که انسان حاضر نیست ذره ای از حسناتش به پدر مادرش بده تا که نزدیکترین شخصه یا ذره ای از گناهان او را بپذیره لذا میگه این بنده خدا خدای, خدای کاش در دنیا تمام عمرم دعا میکردم و تو هیچی به من نمیدادی و برای امروزم ذخیره میکردی پس این که خداوند تبارک و تعالی به ما دستور داده دعا کنید و من اجابت میکنم این قطعیه ولی یک سری رمزو رازی داره حکمت داره که گاهی یا عواملی باعث میشه که دعای ما از نظر ظاهر یا واقع به اجابت نرسد لذا ما در اینجا باید دقت بیشتر بکنیم تشکر میکنم شما جنابستد. از خداوند بخوایم که انشالله همیشه دعای ما مستجاب بشه و از خداوند بخوایم که توفیق دعا کردن به همه ما بده انشالله که ادامه بحثی که امشب ماند و بحث آداب دعا کردن هست که وقتی برنامه هم جا به پایین میرسه و ما انشالله در هفته آینده باز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه همین بس بینندگان عزیز پول ارتباطی برنامه به وقتی بیداری شماره مثبت 964 780 255 413 هست انشالله که سوالاتتان میتونین از این طریق مطرح بکنین و همینطور برنامه های شبکه جهانی هادی تیوی را و میتونین از طریق شبکه های اجتماعی هم بیننده باشین از طریق فیسبوک و اینستاگرام و همینطور یوتیوب و برنامه های اجتماعی که امروز جریان داره میتونین قسمت های گذشته رو انشالله بیننده باشین و نظرات شما از آن برای ما محترم خواهد بود بینندگان عزیز نایبوزیار شما هستیم در قبر امیر مؤمنان علی علیه السلام انشاءالله که شما رو به خداوند یک تا میسپاریم خداوندیار خداوند یار و مددگار شما باشه ما را از دار خیرتان فراموش نکنید خدا حافظ شما